مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. سلام آقای رئیس‌زاده، چه دلایل اصلی باعث پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های افراطی مانند داعش می‌شود و به نظر شما چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌تواند به جلوگیری از این پیوستن کمک کند؟ تشکر، با سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران و بیننده‌های شما. پیوستن جوانای تاجیک به گروه‌های افراطی مانند داعش دلایل پیچیده و جامعه‌ای دارد که شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی میشن. من کوشش میکنم بسیار به طور خلاصه ای را برای شما بیان بکنم. خب، اما قسمی که شما در گزارش ذکر کردین، تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی هست و بسیاری از جوانان تاجیکی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اینا با وجود بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در تاجیکستان کوشش می‌کنند که به خارج از کشور، از جمله در روسیه منتقل شوند به خاطر کار، که در این محیط‌های کاری خارجی اینها در معرض تبلیغات افراط‌گرایانه قرار می‌گیرند. مسئله دوم، مسئله است که گروه‌های افراطی مانند داعش از شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات آنلاین استفاده می‌کنند برای جذب جوانان جدید. این تبلیغات اغلب به جوانان وعده‌های مالی، جایگاه‌های اجتماعی و معنوی را اینا میتن که ممکن است برای جوانان جذاب باشه. مسئله دیگر، مسئله نبود آموزش در زمینه شناخت خطرات افراط‌گرایی و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در مورد فعالیت‌های گروه‌ها نیز از یک دلایل که جوانان در این پیوستند. مسئله دیگر، مسئله ضعف نهادهای دولتی و نبود اعتماد به حکومت میتواند زمینه ساز ناامیدی جوانان و گرایش جوانان به گروه های مختلف مخالف دولت و حتی گروه های افراطی شود. خب، این که برای مقابله از این مشکل دولت چی میتواند و چی باید بکنه، من چند اقدام کلیدی را میتونم بگویم که میتواند در جلوگیری جوانان به پیوستن به گروه های افراطی مؤثر باشه. یک، دولت و نهادهای آموزشی باید برنامه‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای را البته برای آگاهی بخشی در زمینه خطرات افراط‌گرایی و تقویت شناخت جوانان از تهدیدها ایجاد بکنه، که کمپین‌های خانه به خانه مانند آنچه که دولت تاجیکستان آغاز کرده گام مؤثرتر هست. مسئله دیگر، مسئله از بین بردن بیکاری است که هم مشکل است در تاجیکستان. البته ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان میتونه که مؤثر باشه. خب، مسئله دیگر، مسئله نظارت دقیق‌تر در فعالیت‌های تبلیغات گروه‌های افراطی در فضای مجازی و افزایش همکاری بین‌المللی در این زمینه میتونه به کاهش جذب جوانان از طریق اینترنت کمک بکنه، که دولت تاجیکستان بر اساس موقعیت فعلی که داره و از سمت جنوبی تهدید بیشتری از لحاظ افراط‌گرایی با افغانستان همسایه است، که این هم میتونه برای تاجیکستان یک مشکل باشه. از جانب دیگه با همکار ساختن نهادهای بین‌المللی میتونه با این مبارزه بکنه. مسئله دیگه، مسئله فراهم ساختن خدمات روانشناسی و مشاوره به جوانان در محیط‌های کاری خارج از کشور است. مثلا خود روسیه که در روسیه کار میکنن و حمایت از خانواده‌ها در شناسایی نشانه‌های افراط‌گرایی میتونه نقش مهمی داشته باشه. در کل میتونیم بگیم که پیشگیری از پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی نیازمند همکاری میان دولت، مردم و همچنان نهادهای مدنی و جامعه بین‌المللی. بله، ممنونم. با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.